بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما دانش آموزان گرامی. امیدوار هستم که همه شما دانش آموزان سنف چهارم در سلامتی و شادی قرار داشته باشید. از خداوند بزرگ برای شما آرامش و سلامتی استدعا دارم. درس خود را آغاز میکنیم. مضمون دینی هست، درس دوم و جلسه سوم. مسیر یادگیری ما و شما دانش آموزان گرامی باز هم مثل روزهای قبلی هست. ما و شما برای یادگیری مضمون دینی باید چهار نکته را یا چهار مهارت را توجه داشته باشیم، یا از همین مسیر باید حرکت کنیم. مسیر یادگیری، خانش یکی از موارد مهم، کلید برداری که در مضمون رازهای موفقیت خواندید، برداشت چیزی را که نفهمید از دست، خلاقیت. خلاقیت شاگردان عزیز امو چی میشه؟ امو فایده درس میشه که از این درس شما وقتی برداشت کردید برای شما چی فایده داشت. همین چهار تا گزینه را اگر در نظر داشته باشیم مضمون دیگر بسیار آسان یاد میگیریم. امروز کدام دو مهارت را میخوانیم؟ امروز دو تا مهارت را میخوانیم. خیلی درس کوتاه اما بسیار جذاب و مهم. موضوع درس دوم در کتاب ما و شما خدای یگانه هست. خدای یگانه بسیار خوب موضوع است، دلچسب موضوع است. خب ما بریم طرف مسیر اول یا گزینه اول، خانش. شاگردای عزیز لازم نیست که من اینجا بخوانم چون وقت زیاد تلف میشه. وظیفه برای شما سپرده میشه در خانه. درس خود را، درس دوم خود را دو مرتبه یا سه مرتبه یا اگر وقت نداشتید یک مرتبه با دقت تمام بخوانید. وظیفه اول از یاد شما نره. یک مرتبه، دو مرتبه یا سه مرتبه درس خود را بخوانید. بعد از خانش بین کلیدهای مهم به درس ارتباط برقرار کنید. همین موضوع روزهای قبلی من در ویدیو گفتم، اما بعضیا سوال میکرد در کانال تلگرام که ما چگونه بین کلیدهای درس ارتباط برقرار کنیم. شاگردای عزیز شما کلیدهایی را که من اینجا جدا کردیم، کلیدهایی را که از متن درس جدا کردیم، همین کلیدها را در قالب یک متن بنویسید. البته این ما برای شاگردهایی بگم که دنبال موفقیت و خلاقیت هستند. و شاگردهایی را که من میشناسم، شاگردهایی که شما اینجا درس میخوندین، همه شما خلاقه و همه شما یک هدف دارید و دنبال موفقیت هستید. بین از این کلیدهای درس شما ارتباط برقرار کنید و از این یک متن کوتاه و ساده بسازید. حالا کلیدهای درس را توجه داشته باشید. کلیدهای درس و این درس سه کلید بسیار مهم وجود دارد. اگر این سه کلید شما ارتباط برقرار بتوانید، که من مطمئن هستم بتوانید، درس برای شما آسان آسان است. اول نظم. اول نظم. نظم با کلمه نظم آشنایی دارید شما؟ محیط خود را ببینید، اعضای بدن، وجود خود را ببینید، طبیعت خداوند را ببینید. صرف نیستید وگر نه چلگه ها و میز صرف را میدیدید چقدر منظم است. شما نظم را در محیط و ماحولتان، در زندگیتان مشاهده میکنید. این نظم در زیر ببینید، نظم خواندن شما را ما میبینیم. خب کلید اول نظم است. کلید دوم زمین و آفتاب. زمین سیاره ای که ما در زندگی میکنیم، آفتاب، آفتاب ستاره ای که به ما نور میده و زمین ما و شما را روشن میسازه. خب این کلید دوم درس است. کلید سوم درس خداوند یکتا. خداوند یکتا. شما دانش آموزهای گرامی در این جلسه درسی دو فعالیت یا دو شماره کار خانگی دارید. شماره اول کار خانگی شما، شماره دوم کار خانگی. اول چی هست؟ اول قبلا اشاره کردیم خانش درس. چند مرتبه درس خود را به دقت تمام میخوانید. شماره دوم، شماره دوم یک صفحه هست. یک صفحه ارتباط، ارتباط بین چی؟
بین کلیدهای درس، بین کلیدها، کلیدهایی که گرایش شده نظم، زمین و آفتاب، خداوند یکتا، اینا با هم چی ارتباط دارن؟ از شما سوال می‌کنم بنظر اینا با هم چی ارتباط دارن؟ چی میفهمید؟ چی میتوانید از اینا برداشت کنید؟ این فعالیت ها را انجام بدین و روز بعدی بخیر برداشت درس و توزیع درس و همچنین خلاقیت و فایده درس را با هم میخوانیم. خداوند یار و مددگارتان.